روی موج، رادیوی ادوینتیستی در آسیا. با عرض سلام به شما شنوندگان عزیز، برای سعادتمندی و خوشنودی شما آغازگر برنامه امروزمان می شویم. برنامه های ما شامل سه بخش می باشند. بخش اول سلامتی، که در آن ما به شما طرز حیات سالم، جلوگیری از امراض و غذاهای سالم را پیشنهاد می نماییم. بخش دوم اخلاق نیکو، چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. بخش سوم نوری معرفت، رازهای نهانی نبوت ها در کتاب مقدس. پس با ما باشید. صدای امید با نوای دلیل ها از عالم نباتات. خداوند در طبیعت برای سلامتی ما همه چیزها را مهیا ساخته است. عالم ناتکرار و رنگارنگ نباتات با خواص های مفیدش برای شما و خانواده ایتان. اگر شما خواهان این باشید که بدنتان فعالیت خوب داشته باشد، پس آن را با غذای سالم تامین نمایید. توت زمینی، انتی اکسیدانت تاثیر بخش. خصوصیت ها و نشانداد ها: توت زمینی کالوری کم دارد، 30 کیلو کالوری بر 100 گرم، این نشانداد نسبت به خربوزه 35 کیلو کالوری بر 100 گرم یا تربوز 32 کیلو کالوری پایین تر است. اینچنین مقدار پروتین ها و سدیم در ترکیب توت زمینی بسیار کم است. قند ها ماده های غذادهی با ارزش را در ترکیب توت زمینی می باشند. ارزش غذایی و کالوری آن از مقدار معین ویتامین C، اسید فولیوی، پتاسیم و آهن که مقدارشان تقریباً 5% از حصه آن را تشکیل می دهد، وابستگی دارد. درخشش رنگی توت زمینی از پیگمنت های مشهوری همچون انتاسی اندنت ها که با نایت ها مانند است وابسته می باشند. انتاسی اندین ها که در ترکیب بعضی میوه ها مثال توت زمینی موجود است، وظیفه مهمی انتی اکسیدانتی را اجرا می کند. آنها اینچنین سنتزی کلسترولی جیگر را کم می کند.
موافق تحقیقات دانشگاه تفتی باستان، توت زمینی خصوصیت انتی اکسیدانتی قوی دارد که بعد از آن آلو، کینو و انگور دارا می باشد. با تأثیر انتی اکسیدانتی میوه مذکور قابلیتی از طرف آن به ضرر نمودن اکسیدها اشاره می نماید. رادیکال های آزاد توت زمینی به قابلیت انتی اکسیدانتی خود پیش از همه وابسته داشتن ویتامینی سی بیا فلاوانید و انتاسی انیدین در ترکیب خود می باشد. استفاده توت را در حالت های زیرین توصیه می دهند. بیماری رگ های شریان به سبب خصوصیت انتی اکسیدانتی بیماری های رگ های شریان مانع می شود. این چنین او بنابر داشتن مقدار کمی روغن ها، سدیم و مقدار زیادی پتاسیم معدنی که از فشار بلند جلوگیری می کند برای سالم نگه داشتن رگ های شریان مساعدت می کند. استفاده دائمی توت زمینی در بهار و اول تابستان برای جلوگیری و منع نمودن از افزایش منبعی بیماری های رگ های شریان مساعدت می نماید. توت زمینی را به سطح خوراکی شخصانی که سکته قلب را گذرانیده اند، این چنین در وقت گردش منفی در شریان های ماینه همراه کردن لازم است. فراوانی اسید کاربماید توت زمینی واسطه خوب پیشابرانی بوده به واسطه تأثیر عمیق برآمدن اسید کاربماید را با واسطه پیشاب آسان می‌گرداند. برای همین توت زمینی را هنگام درد مفاصل ها و التهاب بند یعنی ورم مفاصل توصیه می‌دهند. قبضیت در ترکیب توت زمینی مقدار زیادی رشته های غذایی طبیعی زود حل شونده بودند، توت زمینی گذرانیدن نجاست را در روده آسان می کند. آن این چنین گردش خون را در رگ‌های وینگی سیستم وریدهای عضوهای داخلی را تیز می نماید. برای همین توت زمینی به بیماری های بواسیر یعنی جمع شدن آب در قوت بالای شکم و هنگام بیماری های جیگر به مانند گیپاتیت و سیروز مفید است. سرطان به واسطه تأثیر انتی اکسیدانتیش آماده کنی و استفاده آن به شکل تازه توت زمینی تازه را پیش از خوردن باید شست. آن با سیب، جوس کینو، بستنی های خوشدار و ماست موافقت می کند. کاکتیلی توت زمینی به واسطه آمیخته نمودن توت زمینی با آب کینو، شیر بیروغن و افشوره ها یا آب حبوبات آماده کرده می شود. مربا و شربت این چیزهای از توت زمینی آماده شده اگرچه ویتامین سی را از دست دهند هم تقریبا دیگر همه ماده های غذایی و عنصرهای فعالی خود را نگاه می دارند. این اصول امکان می دهد که توت زمینی در تمام فصل استفاده شوند. لیکن کمبود آن مقدار زیادی قند تقریبا 50% در محصولات نهایی می باشند. یخ کرده شده توت زمینی یخ کرده شده بسیار معروف می باشد چون که بوته میوه را در تمام فصل سال و تقریبا در همه جا دسترس می گرداند. قند ترکیبی توت زمینی یخ کرده شده نسبتا به مربا کمتر است و قسمت زیادی ماده های غذایی و عنصرهای فعال را با علاوه ویتامین سی نگاه می دارد. ثروت واقعی سلامتی است، نه قطعه‌های طلا و نقره. مهاتما گاندی. شنوندگان عزیز، پس بیایید حیات خود را با سلامتی و خیرات زیور بخشیم. برنامه‌های ما ادامه دارد، پس با ما باشید.
بخش دوم، اخلاق نیکو. چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. نامه‌های پدر، نامه هشتم، خانیش. سلام خسرو، امروز برای ما خیلی سودمند بود. من و مادرت برو بوچینی انجام خانه مشغول بودیم. کار به حد زیاد بود. تو میدونی چی چیزهای در آنجا چند گرفته خوبیده است؟ کتاب های بسیار و زیاده روزنامه و مجله های دوران شوروی. بیشتر آنها از نمناکی و قسمت از دست کلموش ها خراب شدند. این را دیده من محزون شدم. فقط ده چند از دوستان به زبانم به آسیب محفوظ موندند. آنها را جو بجو کرده من با حسرت از روزهای گذشته یاد می کردم. یادم هست در زمان شوروی اکثر مردم کتاب می خواندند. بسیاری نورسان، جوانان و گلدختران دسته دسته کتاب ها را از کتابخانه بهر خواندن می گرفتند. طلبه سوسخان مکتب میانه مضمون رمان جنگ و صلح لیو نیکولایویچ تولستوی را می دانست. زیاده شعرهای پوشکین، لرمانتوف و اشعار کلاسیکان بزرگ خود را از قبیل رودکی و فردوسی و بوعلی سینا را از یاد می کردند. در آن زمان جمع‌آوری کتاب‌های گوناگون به حکم انعنه در آمده بود. در گلگشت و خیابان‌ها، در نقلیات جمعیتی نفرانی را دیدن ممکن بود که در دست کتاب یا روزنامه شام دوشنبه را داشتند و سرگرم مطالعه آن بودند. اگر دوره کودکیم را باید آورم، در آن زمان کتاب کمیاب بود. ما تمام صنف یک کتابی رنگ پریده و دریده را یک جایه می خوندیم. شامگاهان کلان سالان برای ما قصه و افسانه ها را می خوندن. ما آوردن کتاب های نو را پزمان می شدیم. چنانه که امروز جوانان نمایش فیلم های نو را انتظارند. در حقیقت کتاب ها برای ما ارزش بزرگی داشتند. ما آنها را می خوندیم. برای چی در این باره به تو حرف می زنم جان پدر؟ می خواهم در باره اهمیت کتاب معلومات داشته باشی. در باره ضروریت خواندن کتاب دانی. امروز این عمل به چشم نمی رسد. فقط جوانان را سرگرم بازی با کامپیوتر و تلفن های دستی می بینی. من حیرانم. آیا امروز آدمو کتاب می خوانند؟ در قرن پیشرفته تکنولوژی آیا کتاب موقع خود را از دست نداده است؟ بله، در ایام تو آدمان کتاب را بیشتر به اینترنت و دیگر دستگاه های الکترونی ایواز کردند. با وجود این، کتاب را یک چیزی متعلق بر زمان گذشته گفتن نشاید. زیرا در هر دور و زمان ها کتاب چون سرچشمه علم و دانش باقی می ماند. امروز جوانان کمتر به کتاب خانه می روند. اکنون آن نفرانی که در جوانی به جمع آوردن رمان‌های دلچسب و کتاب‌های کلکسیونی مشغول بودند وجود ندارند. کتاب یک منبع غذای روحانی است. او قادر است ما را دیگرگون سازد. با کمک کتاب ما عقلاً افزایش می‌یابیم. کتاب‌ها آن دوستان خاموش صادقند، همیشه دسترس و مشاوری با حکمتند. آنها استادان صبورند. مطالعه کتاب مهم است. اگر مردم خواندن را قطع کنند، فکر کردن را نیز بس میکنند. خانش قوه بزرگ است. مثل واکنش کیمیاوی انسان را دیگرگون میسازد. پسرم،
در خاطر داشته باش چی قدر بسیار میخونی همان قدر کمتر تعصب میکنی. آدمانی که با کتاب دوستی میکنند همیشه نفرانی را که در نزد آینه نیلگون وقت میگذرانند اداره میکنند. پیوسته اثر مؤلفان برجسته را مطالعه نما. آن وقت با بورا سخن گفتن عادت میکنی. خانش برای عقل مثل مشق جسمانی برای بدن مهم است و همیشه کتاب از نوار فیلم برتری دارد. آن چیزی که در عالم خیالات میبینی برای نوار آورده نمیشود. جان پدر، پنج مصلحت عادی پدرت را در یاد دار. یکم، برای خواندن وقت انتخاب نما. سحر، روزانه، شامگاهان، هر وقت به تو موفق باشد. در فضای آرام و خاموشی میتوان صحیفه های خوانده را درک نمود. دویم، همیشه روی خط کتاب های را که میل خواندن داری ترتیب ده. این برای خواندن به تو الهام خاصه می بخشد. زیرا در پیش نظرت پیوسته هدف گذاشتت هویداست و این چونین روی خط کتاب های مطالعه کرده ات را فراموش نکن. این همه در تو خواهش به خواندن را زیاد می گردانند. سیوم، همیشه همراهت کتاب گیر. بگذار کتاب رهبلد تو باشد، زیرا در دوام روز وقت خالی پیدا می گردد و آن را به خواندن کتاب گذران. در واقع توسط تکنولوژی نو برایت امکانات های بزرگ فراهم آمده است و خواندن کتاب آسان گشته است. چهارم، تمام کتاب را در خاطرات حفظ کردن مشکل و غیر امکان است. بنابراین مسلم است اگر عقیده و نوشته های مهمی در کتاب خوانده ات را در دفتر درج نمایی. هر لحظه می توانی آن را کشوده غایه های اساسی کتاب را در یاد آری. پنجم، حتما معلومات عجایب خوانده ات را با دیگران حکایه نما و درباره تأثیرات گرفته ات نقل کن. زیرا با چنین عمل تمام موضوع های خوانده ات خوبتر در خاطراتت نقش می بندند. همراه این نامه مثنوی معنوی جلال الدین رومی را به تو می فرستم. برایت حکمت و خوانش خوب تمنا دارم. پدرت. ترین ارزش خانوادگی اخلاق نیکوست و همانا با ارزشمندترین بنیازی عقل است. اینجا افغانستان در موج رادیوی ادونتیستی آسیا. اینجا ما می توانیم برای خود از کلام خداوند حقیقت ها را دریابیم. با تعیین کردن حوادث آینده و افتتاح راه نجات در صفحه های کلام مقدس، حق تعالی ما را تنها نگذاشته است. ما شما را به آموزش این گنج بی‌بها دعوت می نماییم. اکنون با هم می شنویم که خداوند چیزی را به آدمان آشکار و تعیین کرده است. وحی امید بخش. وحی امید بخش. موضوع صحبتمان، علامت ابدی وحی در زد و خوردهای زمانی آخر می باشد. وقتی که سخن درباره پیدایش زندگی می رود،
2000 اساس موجود می باشد. یا خدا هست، یا خدا نیست، یا خدا همیشه بود و تمام کائنات را آفرید، یا همه چیز تصادفاً به وجود آمده است. وقتی که ما به طبیعت می بینیم و یک موجودات عجیب ارگانیسم ها حتی ساده ترین را می آموزیم، ما درک می نماییم که خداوند نقشه خدا را بر همه آفریده هایش گذاشته است. از خردترین ارگانیسم های زنده تا گوشه فضا، دورترین کائنات، ما شهادت خداوند آفریدگار را می بینیم. خدایی که دنیا را آفرید و جا به جا کرد. این را شعاری که ما انتخاب نمودیم تصدیق می نماید. اگر این در کتاب مقدس موجود باشد، من به آن باوری دارم. اگر این با کتاب مقدس مخالفت کند، این برای من نیست. کتاب وحی رویایی را تصویر می نماید که در آن یوحنا به آسمان به حضور تخت خداوند آفریدگار توانا برده می شود. در این رویا باب چهارم کتاب وحی ما دعوتی بلندی با خدای آفریدگار سجده بردن را می خوانیم و این دعوت به همه آنهایی که در آخر زمان زندگی می کند تعلق دارد. وحی باب 4 آیه 1 به اینجا سود نما تا آن چی را که بعد از این باید به وقوع آید به تو نشان دهیم. در رویای پیامبران یوحنا به کوشک شاهانه آفریدگار تمام کائنات داخل می شود و این سرود مدح و ستایش را می شنود. وحی باب 4 آیه 11 تو سزاوار آن هستی این جلال، شوکت و قدرت بیاوی، زیرا که تو همه چیز را آفریده ای و همه چیز بر طبق اراده تو وجود دارد و آفریده شده است. تمام آسمان ها خوشحالی می کند. اکثریت عالمان نمی داند که زندگی چطور به وجود آمده است و کائنات چطور به وجود آمده است، اما این را تمام کائنات می داند. بنابراین تمام فرشتگان می سرایند. ای خداوند، تو سزاوار آن هستی که جلال، شوکت و قدرت بیاوی. از چی سبب؟ زیرا که تو همه چیز را آفریده ای و همه چیز بر طبق اراده ای تو وجود دارد و آفریده شده است. ما در نتیجه کدام یک ترکش کیهانی تصادفاً به وجود آمده نمی دانیم. ما را خداوند بزرگ آفریده است. پیش از موجودیت در شکم مادر شما بر وقت در پیش بینی خداوند وجود داشتید. خداوند مجسمه شما را ساخت. او به شما شکل بخشید. او شما را آفرید. کتاب وحی به ما دعوت به عمل می آورد که رو به خداوند آوریم و به آفریدگار ما سجده کنیم. به سوالی در خصوص پیدایش انسان جواب دقیق و بیشک موجود است. ما آن را در کتاب وحی پیدا کرده می توانیم. این جواب یک قسم مژده خداوند به تمام انسانیت است. در کتاب وحی دعوت را می خوانیم که به ما مراجعت نماید. وحی باب 14 آیه 7 از خدا ترسید و او را جلال دهید، زیرا ساعت داوری او فرا رسیده است و به آفریدگار آسمان و زمین و بحر و چشمه های آب سجده کنید. در زمان حکمرانی نظریه ایوال سویه، خداوند به ما مژده داده است که به آفریدگار کائنات سجده کنیم. این مژده به هر یک ما مراجعت می نماید. این مژده به کدام یک گروه الهیده یا مذهب تعلق ندارد. این دعوت آخرین خداوند می باشد برای تمام قوم او. این دعوت است برای سجده به خداوند بزرگ. ما به آفریدگار آسمان و زمین چی طور سجده می کنیم؟ درباره قدرت ایجاد خود او ما را چی طور یادآور می شود؟ آیا خداوند در مورد ایجاد خود به ما علامتی به جا مانده است؟ کتاب وحی این که کتابی است درباره خاتمه تاریخی ما. ما این کتاب را فقط آن وقت فهمیده می توانیم که کتاب را در مورد اول بفهمیم. ما
مشکلات اساسی دنیای فعلی را فقط در حالتی فهمیده می توانیم که اگر واقعه هایی در ابتدای آفرینش به وقوع پیوسته را دانیم. مراجعت نامه آخرین در کتاب وحی که با تمام انسانیت تعلق دارد و ما را دعوت می کند که به آفریدگار سجده کنیم، ابتدای خود را از کتاب هستی، کتاب آغاز تاریخ زمین سرچشمه می گیرد. در تمام کتابات مقدس، فکر غایه اساسی درباره سجده حقیقی و در خصوص آن که خداوند ما کیست به خطی سرخ می گذارد. این یکی از موضوعات مهم در کتاب مقدس به شمار می رود. سجده حقیقی و سجده قلبی ماهیت بحرانی آخرین می باشد که در کتابات وحی تصویر گردیده است. سجده به خدای حقیقی غایه اساسی تمام کتاب وحی می باشد. برای فهمیدن آن که در آینده چی منتظر ماست، بیایید به تاریخ پیدایش زندگی مراجعت می نماییم. دنیای تعجب آوری مرکب، چنان که ما امروز آن را می دانیم که در 6 روز آفریده شده است. از یک ساحه بیشکل تاریک آغاز نمود، خداوند آن را به نور روشن کرد و با اتمسفیر احاطه نمود. آن را با ایجاد جویچه ها، دریاها، پر آب زنده گردانید. آن را از هر نوع موجوداتی که بیرون از تفکر آدمی است آفرید. روز به روز عمل دست های خود را مشاهده نمود. او فرمود: بقایت خوب است. لیکن بعد لحظه اوج اعلا در تمام آفرینش فرا رسید. جانب پدر مراجعت نمود و خداوند کریم فرمود: هستی، باب 1:26-27. آدم را به صورت ما، به شباهت ما بیافریم و خدا آدم را به صورت خود آفرید. آنها را مرد و زن آفرید. انسان نمی توانست از این دیده و شرف بزرگ صاحب شود. محبتی بیشتری نمی توانست به دست آورد. نظر به آنی که خدا نسبت آدم ظاهر نمود، انسان این شاهکاری آفریده خداوند است. مقصد محبت اوست. شنوندگان عزیز، در لحظات آخری برنامه قرار داریم. برای شما از بارگاه منان، صحتمندی و تندرستی، اخلاق نیکو، نور و معرفت الهی خواهانیم. تا برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم.